عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. همچنین خدمت دوستانی که برای اولین بار منو دارن میبینن معرفی میکنم خودم. من مهدی شریعتی هستم و از ونکوور زیبا باهاتون صحبت میکنم. حدود 5 سال پیش به اتفاق خانواده از ایران به کانادا مهاجرت کردم و اخیراً از شهر تورنتو به ونکوور زیبا مهاجرت کردم. در ونکوور یک نمایشگاه اتومبیل کوچولویی دارم و حدود 1.5 سال پیش یک بیزینس آنلاینی رو در حوزه بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی شروع کردم که در این پیج بیشتر به موضوع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازم. همونطوری که در ویدیوهای روزهای قبل و در لایف‌های روزهای قبل خدمتتون عرض کردم، در بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت ما نحوه مدیریت ابزارهای مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره رو یاد می‌گیریم و انجام می‌دیم و خب در مورد ابزارهای مختلفی که قابل استفاده هست تقریبا توضیحات خیلی مختصری رو خدمتتون عرض کردم. امروز موضوعی رو که می‌خوام باهاش در موردش صحبت بکنم اسمش از سوشیال میدیا منیجر یا مدیر شبکه‌های اجتماعی. خب قطعاً به یه فرد گفته میشه، شخصی این مسئولیت رو به عهده داره و برای کمپانی‌های مختلف، حالا با سایز‌های مختلف، کمپانی‌های بزرگ، متوسط، کمپانی‌هایی که خودشون تخصصی برای انجام این کار ندارن، فردی رو به استخدام در میارن که کار سوشیال میدیاشون رو انجام بده، یعنی ارتباطی که باید با مشتریانشون داشته باشن توسط این شخص انجام میشه که ایشون از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف که مهمترینشون در دنیا فیسبوک و اینستاگرام هست و بعد از اون لینکدین، یوتیوب، تیک تاک و موارد این مدلی هست، توی این شبکه‌ها سعی میکنن که محصولات، خدمات و کارهایی رو که میتونن انجام بدن رو به خوبی معرفی بکنن تا به دست مشتریان بالقوه در دنیا برسه و بعد از اون طریق رفتار مشتریانشون رو با اون پست ها و با اون تبلیغات بررسی میکنن، آنالیز میکنن و بعد در نهایت تصمیمی رو که برای تغییر سیاست های سوشیال میدیاشون باید بگیرن و انجام میدن و در نهایت به بهبود روند فروش کمپانیشون کمک میکنن. بنابراین نقش بسیار مهمی این روزها سوشیال میدیا منیجرها در کمپانی‌های بزرگ و متوسط و حتی خردپاها در دنیا به عهده دارن و تولید یا ارائه خدمات خوب، خب با اینکه خیلی مهمه ولی نحوه ارائه اون به مردم دنیا بسیار پر اهمیت و پر رنگ شده. خب قطعاً خیلی از دوستانی که تو این حوزه کار میکنن تحصیلات دانشگاهی در این حوزه دارن و خب میدونید دانشگاه‌های معتبر دنیا توی موضوع سوشیال میدیا تا سطح فوق لیسانس هم کورس دانشگاهی داره. اما برای افرادی مثل من و شما که نه تخصص قبلی این کار رو داریم و نه فرصت این رو داریم که دوباره بریم از دانشگاه شروع بکنیم، یه امکان جدیدی به وجود اومده که میتونیم به صورت عملی و در کنار کاری که داریم انجام میدیم، کارهای اصلی که داریم انجام میدیم، آموزش‌های گام به گام و پرکتیکال عملی رو ببینیم و یاد بگیریم که چجوری میشه در شبکه‌های اجتماعی مختلف بازاریابی کرد و همزمان این امکان به ما داده شده که برای چند تا کمپانی معروف دنیا که توی حوزه‌های کاری خودشون بسیار معروف هستن همزمان بازاریابی هم بکنیم و ضمن یادگیری کسب درآمد هم داشته باشیم. قطعا روزهای اول داریم یاد میگیریم و خب تا برسیم به اون مرحله‌ای که درآمدزا باشه و درآمدش قابل توجه باشه کمی زمان میبره و باید آموزش ها رو قشنگ ببینیم. خب البته بودن یک مربی و یک منتور متخصص در کنار ما به ما خیلی کمک میکنه که زودتر به نتیجه برسیم، ولی همونطور که عرض کردم صبوری بسیار مهمه چون زیرساخت سوشیال میدیا و شبکه‌های اجتماعی مثل یه پازله که شما باید دونه دونه این پازل ها رو کنار هم بچینید تا بتونید به موفقیت برسید.
و خب این حتما زمان میبره. مثل ساخت یه خونه نیست که امکان نداره که شما بتونید یه خونه رو یک شبه برپا کنید، مگر اینکه یه چادری باشه که با یه باد فرو میریزه. یه خونه قابل اطمینان قطعا زمان میبره تا بسازیمش. ما باید همونطوری صبوری به خرج بدیم و همزمان آموزش ببینیم. کار تخصصی و خیلی پیچیده ای نیست، فقط کمی باید زمان بذاریم. از طرفی در لایف های روزای قبل گفتم ما هر کدوممون در دنیا الان افرادی که به اینترنت وصلن حدوداً به طور متوسط روزی 151 دقیقه داریم وقتمون رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف، حالا اسمشو نمیذارم به بتالت، ولی داریم به صورت سرگرمی دور میزنیم و میچرخیم، اخبار ناامید کننده میخونیم و ویدیوهایی میبینیم که شاید خیلی تأثیر رو زندگیمون نداشته باشه. میتونیم همین 150 دقیقه رو اختصاص بدیم به آموزش، یادگیری و همزمان حضور در شبکه‌های اجتماعی و کم کم بیزینسی رو ایجاد بکنیم که پتانسیل درآمدهای بسیار بالایی رو داره. و من الان دوستانی از سراسر دنیا آشنا شدم که این دوستان درآمدهای بالای 10,000 دلار رسیدن. البته حدود 3 سال و نیم 4 سال تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و خب زیر ساختار رو ساختن، وقت گذاشتن و به این لول رسیدن. ارزشش رو داره که شما هم تحقیق کنید اول در موردش، بعد اگر دوست داشتید میتونید وبینار رایگانی رو ببینید که باید اسم و آدرس ایمیلتون رو در وبسایت من که در زیر همین ویدیو قرار داده میشه، یعنی www.mahdishariati.com اونجا قرار بدید، وبینار رایگان رو چند باری ببینید، سوالاتی رو که توی ذهنتون به وجود میاد رو یادداشت کنید و با من در تماس باشید. قطعا بعد از پرداختن به جواب سوالات، اگر دیدید شما هم علاقمند هستید، میتونید دوباره در یک دوره آزمایشی یک ماهه شرکت کنید. در این دوره آزمایشی یک ماهه با کمپانی هایی که ما داریم باهاشون کار میکنیم، نحوه آموزش ها، محصولاتی که این کمپانی ها دارن در دنیا تولید میکنن و میفروشن، نحوه پرداخت کمیسیون به ما و تمام موارد و اینکه شما چه وظایفی به عهده دارید رو 0 تا 100ش رو توضیح میدم و بعد اون موقع است که شما تصمیم میگیرید که آیا علاقه ای به انجام این کار دارید یا نه. من به عنوان یک شغل جانبی، به عنوان یک درآمد جانبی بهش نگاه کردم. البته به سوشیال میدیا خیلی علاقمند بودم، ولی الان رسیده به مرحله ای که به عنوان یک درآمد جانبی میتونم روش حساب بکنم و داره کمکم میکنه. بنابراین اگر شما هم علاقمند هستید، خوشحال میشم که من به عنوان منتور در کنارتون باشم. خیلی ممنون از وقتی که امروز با من گذروندید و از اینکه این ویدیو رو برای دوستانتون و اقوامتون که خارج از ایران و افغانستان زندگی میکنن میفرستید، صمیمانه تشکر میکنم. متاسفانه این بیزینس از داخل ایران و افغانستان به دلیل تحریم‌های بانکی قابل انجام نیست، که امیدواریم این مشکلم برای این دوستان حل بشه زودتر. به امید دیدار، خدا نگهدار.